سرخط خبرها. هدف گذاری برای کنترل تورم در ایران. بانک مرکزی میگوید میخواهد نرخ را در یک سال آینده حدود 22% نگه دارد. هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره خروج از قرنطینه. اگر در بازگشایی عجله کنید کرونا دوباره اوج میگیرد. آزاد کردن 900 عضو زندانی طالبان در یک روز. افغانستان از شبه نظامیان خواست آتش بس را تمدید کند. و قتل ناموسی دختری 14 ساله در گیلان. پدر رومینا اشرفی میگوید دخترش را به دلیل اختلافات خانوادگی و فرار از منزل کشته. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. بانک مرکزی ایران اعلام کرده میخواهد نرخ تورم را در یک سال آینده حدود 22% نگه دارد. این اولین باری است که این نهاد درباره نرخ تورم هدف گذاری میکند. به گفته بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند ماه 1398 یعنی دو ماه پیش 41.2% بود. رئیس جمهوری ایران یک شنبه از مدیر کل بانک مرکزی خواسته بود که برای کنترل نرخ تورم بیشتر تلاش کنند. همکارم بهرنگ تاجدین اینجا در استودیو با من هست. بهرنگ، چقدر چنین چیزی یعنی هدف گذاری برای کنترل نرخ تورم در کشورهای دیگه سابقه داره؟ این خیلی مرسومه، به این معنی که معمولاً توی کشورهایی که بانک مرکزی از دولت مستقله، دولت یک تکلیف میده به بانک مرکزی، میگه که میخواهیم شما نرخ تورم رو در این سطح مثلا 2% نگه دارید. و ابزاری که بانک‌های مرکزی برای رسیدن به اون هدف دارن کنترل میزان نقدینگی، میزان پول و اعتبار موجود در بازاره. یه مثال بزنم، معمولاً اتفاقی که میفته اینه که وقتی بانک‌های مرکزی می‌بینن نرخ تورم بالا رفته، نرخ سود رو بالا می‌برن تا انگیزه برای پسنداز پول، برای گذاشتن پول در بانک‌ها بیشتر بشه و انگیزه برای وام گرفتن که باعث تزریق پول به بازار میشه کمتر بشه تا نرخ تورم بیاد پایین. شما با کنترل حجم نقدینگی معمولاً میتونید که این نرخ تورم رو کنترل کنید و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در واقع ابزارشونه برای این کار. و عملاً صحبت از ابزار کردی، بانک مرکزی ایران اما اونطور که میگن این ابزار رو به خوبی در اختیار نداره، یا حداقل خیلی از اون ابزار در اختیارش نیست، یا مؤلفه‌های دیگه‌ای هست که تأثیر میذاره. چطور میخوان به این هدف برسن؟ ببین، بانک مرکزی تو این بیانیه‌اش صحبت از این کرده که میخواد مثلا با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، تعیین سقف و کف نرخ سود بین بانکی و تعیین اون نرخ بهره معمول، با این روش‌ها در واقع بیاد این سرعت رشد نقدینگی رو کنترل کنه. یه خورده اینا سخته، بذار سادهش کنم. بانک مرکزی اگر که مستقل باشه از دولت و مستقل از دولت بتونه نرخ بهره رو بالا ببره یا پایین بیاره، میتونه به در واقع این تعیین میزان نقدینگی موجود در اقتصاد در واقع تأثیر بذاره و این کار رو انجام بده. ولی مسئله این بوده که در سالهای گذشته دولت ایران به صورت دستوری نرخ بهره رو تعیین می‌کرده، نه بر اساس هدف گذاری بانک مرکزی، و بعد هر موقع کسری بودجه داشته میومده از بانک مرکزی در واقع قرض می‌گرفته. اینا همه تزریق پول به بازار. وقتی میزان پول زیاد بشه و میزان کالا و خدماتی که تو بازار هست یا حتی کالاهای سرمایه‌ای که تو بازار هست ثابت بمونه، باعث میشه که قیمت‌ها بالا بره، تورم به وجود بیاد. در نتیجه اگر بانک مرکزی بتونه مستقل از دولت این کارهایی رو که توی همین اعلامیه گفته انجام بده، میتونه تلاش کنه که حداقل به این نرخ برسه. یه نکته همینه که بانک مرکزی در ایران مستقل از دولت احتمالاً نمیتونه این کارو بکنه.
تا الان نبوده، ولی مسئله جالب اینه که بانک مرکزی این اعلامیه‌اش داره صحبت از این میکنه که میخواد این کارها رو واقعا مستقلا انجام بده. و یه نکته جالبی که میگه که میخواد از این به بعد به صورت ماهانه نرخ تورم و بقیه شاخص‌های پولی رو منتشر کنه. اینا چیزایی بود که دولت از آبان 97 اگه یادتون باشه گفته بود این نرخ‌ها رو باید مرکز آمار منتشر کنه، نه بانک مرکزی. بانک مرکزی گفته هم میخواد این نرخ‌ها رو منتشر کنه، هم تحلیل خودش از وضعیت اقتصاد رو منتشر کنه، و هم در واقع عملکردش رو توی فروش اوراق قرضه و اینها رو به صورت شفاف منتشر کنه که بازار بدونه که مثلا به کدوم سمت داره میره. اگر بانک مرکزی بتونه این کارها رو بکنه، مهمتر از پایین اومدن نرخ تورم، یک اتفاق مهم، یک چرخش عظیم تو اقتصاد ایران اتفاق میفته، اونم این که برای اولین بار بعد از چند دهه یک بانک مرکزی مستقل خواهیم داشت. ممنونم ازت بهرنگ تاجین، همکارم اینجا در استودیو. سازمان جهانی بهداشت خواهان توقف استفاده از داروی مالاریا برای درمان بیماری کرونا شده و هشدار داده که این دارو میتونه به عوارض قلبی بیانجامه. این سازمان همچنین هشدار داده ممکنه موج تازه‌ای از ابتلا به کرونا در راه باشه. برزیل، آلمان، روسیه و پاکستان در 24 ساعت گذشته با افزایش شمار مبتلایان به کرونا روبرو بودند. گزارش مهداد فرهمند. وزارت بهداشت برزیل اعلام کرده که با وجود هشدار سازمان جهانی بهداشت همچنان به استفاده از داروی مالاریا برای درمان کرونا ادامه خواهد داد. برزیل اکنون پس از آمریکا آلوده ترین کشور جهان به ویروس کرونا است. در کمتر از 4 هفته شمار مبتلایان شناسایی شده از 2000 نفر به بیش از 374 هزار نفر رسیده. به تنهایی در 24 ساعت گذشته 807 نفر مبتلا به کرونا در این کشور مرده اند. رئیس جمهور برزیل همانطور که کشورش در آلودگی به ویروس کرونا همسان با آمریکا شده، دوست دارد خودش هم مانند دونالد ترامپ باشد. جایر بولسونارو مانند دونالد ترامپ خیلی کرونا را جدی نمیگیرد. گوشش چندان بدهکار حرف دکترها نیست. اصرار بر شل کردن قرنطینه و از سرگیری کسب و کار دارد. مثل دونالد ترامپ حرفهای عجیب غریب هم میزند. مثلا گفته برزیلی ها آنقدر ایمنی بدنشان بالاست که اگر در کانال فاضلاب شنا کنند هیچ چیزشان نمیشود. لحنش در برای رقبای سیاسی اش که از شیوه برخورد او با کرونا انتقاد می کنند از دونالد ترامپ تندتر است. آنها را علنا تاپاله خطاب کرده. اما این خوشامدگویی ها به دونالد ترامپ دلیل نمی شود که آقای ترامپ به هموطنان او هم خوشامد بگوید. برعکس، دستور داده که از امشب درهای آمریکا را به روی برزیلی ها ببندند. مسافران هم به فرودگاه های برزیل هجوم آوردند که تا قبل از بسته شدن در خود را به آمریکا برسانند. فرودگاه ها و هواپیماها البته خود حکایتی اسفناک دارند. صنعت هوانوردی از مهمترین آسیب دیدگان ویروس کرونا است. یک نمونه از شرکت آلمانی لوفتانزا که از وقتی قرنطینه شروع شده ساعتی 1 میلیون یورو ضرر می‌دهد. دست کمک به سوی دولت دراز کرده، اما دولت حاضر شده 3 میلیارد یورو وام بدهد به این شرط که این پول را ظرف 3 سال با بهره‌اش پس بگیرد. 5 میلیارد و 700 میلیون یورو سرمایه گذاری کند و 300 میلیون یورو هم سهام بخرد و 20% لوفتانزا را مالک بشود. هرچه باز پرداخت وام عقب بیفتد، زحمت دولت 5% بالا می رود. به بازپرداخت سر وقت وام هم در حالی که معلوم نیست پروازها از کی می خواهد به حالت گذشته برگردد و سودی حاصل کند، امید زیادی نیست. به ویژه اینکه به یک بار موج تازه‌ای هم از افزایش ابتلا به کرونا در آلمان گزارش شده. دولت آلمان در واقع دارد لوفتانزا را پس می گیرد. این شرکت تا 26 سال پیش در مالکیت کامل دولت بود. از آن زمان تمام سهام آن در بازار بورس شناور شد. صحبت بورس و سهام شد.
بازار معروف بورس نیویورک باز شده، در حالی که بازارهای دیگر بورس در جهان کاملا آنلاین شدند. در وال استریت ترجیح می دهند همان شمایل قدیمی خرید و فروش سهام برقرار بماند، هرچند با شلوغی کمتر. مهرداد فرهمند، بی بی سی. همونطور که در گزارش مهتادم شنیدی، بازار بورس نیویورک باز شده همین دقایقی پیش و الان هادی نیلی از میلند در آمریکا با ما هست تا بهمون بگه بیشتر راجع به این. هادی، چطور قرار هست که این بازار بورس شروع به کار بکنه در شرایطی که باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه؟ هم بازگشایی این بازار بورس نمادینه، همونطور که تعطیل شدنش بابت شیوع ویروس کرونا نمادین بود و تصویری بود از تعطیلی سرتاسری در آمریکا برای مهار شیوع این ویروس. اینکه همین دقایق پیش اون هم اونطور که قرار بود با حضور فرماندار نیویورک که یکی از چهرهای برجسته و شناخته شده شد در ماجرای شیوع ویروس کرونا، چهره‌ای که دیگه محدود به ایالت هم نموند معروفیتش، این خودش نشون میده که چقدر در واقع مقام‌های محلی و فدرال آمریکا دارن تلاش می‌کنن که جریان رو در واقع متفاوت بکنن، جریان رو عوض بکنن و اونطور که خودشون میگن به سمت از سرگیری کار و زندگی پیش برن. قرار شده که در تالار بورس نیویورک همچنان عده محدودتری نسبت به گذشته بتونن حاضر بشن، فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه، همینطور همه موظف هستن که ماسک بزنند و همچنان اغلب کارمندان بورس از خانه یا از راه دور کار میکنن. به این ترتیب عملا همچنان عمده کاروبار به صورت آنلاین و از راه دور هم داره انجام میشه. و همزمان در بسیاری از شهرهای آمریکا محدودیت ها کم و بیش کمتر میشه، مردم میتونن بیرون برن. در پایتخت اوضاع چگونه است؟ پایتخت همچنان یکی از محدودترین وضعیت‌ها رو داره، یکی از بیشترین محدودیت‌ها در آمریکا الان همچنان در پایتخت و منطقه اطراف اونه، چون خود واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا منطقه کوچکیه، مهمتر از اون مناطق حومه اون هست در ایالت مریلند جایی که من هستم و همچنان در ایالت ویرجینیا. همه مناطق نزدیک به پایتخت همچنان محدودیت‌ها مثل قبل برقراره، به اون خاطر که همچنان میزان در واقع موارد جدیداً ثبت شده در این منطقه داره بالا میره، همچنان بالا هست. در این حال مقام‌های محلی دارن میگن که شاید ظرف چند هفته آینده، یعنی ظرف ماه آینده میلادی یا حتی ماه بعدش، بتونن از نظر تعداد تستی که میتونن انجام بدن و رهگیری افرادی که در معرض ویروس بودن، بتونن به جایی برسن که این منطقه رو هم بازگشایی بکنن. مقام‌های فدرال و مقام‌های محلی در حرف‌هاشون، در موضع‌گیری‌هاشون این رو تصریح کردن که در مورد منطقه پایتخت ملاحظات جدی‌تری دارند و بیشتر تلاش می‌کنند که تا جایی که لازم باشه قوانین از جمله قانون اجبار در خانه ماندن که فقط برای موارد ضروری افراد بتونن بیان بیرون از خونه رعایت بشه تا وقتی که مطمئن بشن میتونن ویروس رو مهار بکنن. ممنونم ازت هادی نیلی، همکارم از میلند آمریکا. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 57 نفر دیگر قربانی ویروس کرونا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت گفته 1787 مورد جدید ابتلا به کرونا هم در این مدت شناسایی شدند. طبق آمارهای رسمی تا کنون 7508 نفر به دلیل بیماری کووید 19 جانشون رو در ایران از دست دادند. به میانه برنامه رسید، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. بانک مرکزی ایران اعلام کرده میخواهد نرخ تورم را در یک سال آینده حدود 22% نگه دارد. این اولین باری است که این نهاد درباره نرخ تورم هدف گذاری میکند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اگر در کاهش محدودیت ها عجله شود، شیوع کرونا دوباره سرعت میگیرد. در ادامه این برنامه، استفاده از پلاسمای خون افرادی که کرونا داشتند برای کمک به مبتلایان دیگر. دولت افغانستان از گروه طالبان خواسته آتش بس 3 روزه عید فطر را تمدید کند. این آتش بس امروز به پایان میرسد. گروه طالبان هنوز واکنشی نشان نداده. در همین حال امروز آزادی 900 عضو زندانی دیگر گروه طالبان هم آغاز شده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته آزادی این زندانیان نشانه ای از حسن نیت دولت است.
علی حسینی همکارم که امروز به زندان بگرام، جایی که شماری از زندانیان طالبان در آن نگهداری میشن، رفته، الان از استودیوی ما در کابل با ما هست. کمی از علی، کمی از شرایط این زندانیان طالب که دارن آزاد میشن برامون بگو. پیشتر قرار بود که روزانه 100 نفر آزاد بشن. مجید، به نظر میرسه که دولت افغانستان میخواد این آن چیزی که میگن حسنی نیت دولت افغانستان دیده بشه. به همین خاطر امروز شماری از رسانه ها هم به زندان بگرام برد و روند آزادی زندانیان طالبان را در برابر رسانه ها در زندان بگرام امروز آغاز کرد. گفته شد که یک لیست 500 نفری به دست مسئولین زندان بگرام رسیده تا بر اساس او فهرست زندانیا را آزاد کنند. وقتی که ما رسیدیم اولین گروه از زندانیا آزاد شد، نوبت به نوبت بقیه زندانیان طالبان هم در حال آزاد شدن است، آنطور که مسئولین گفتند. به آنها حدود 5000 کمتر از $100 بهشان داده میشه به زندانیان طالب تا کرایه را کنند و یک تعهد نامه از اونا میگیره که باید شستشان را بگذارن. و در این تعهدنامه آمده که دیگه در برابر دولت افغانستان سلاح نمیگیرن و اگر سلاح بگیرن بر اساس قانون دولت میتونه با آنها برخورد کنه. گروه طالبان استقبال کرده و در این حال دولت افغانستان خواهان اون شده که گروه طالبان هم شماری از زندانی های نیروهای امنیتی را آزاد کنه. میشه گفت حدود 2000 نفر دولت آزاد کرده و نزدیک به 300 نفر اونطور که طالبان میگن نیروهای امنیتی افغان را آزاد کردن. همزمان با صحبت‌های خودت هم تصاویری که امروز از زندان بگرام برای ما فرستاده بودی داره پخش میشه که وضعیت آزادی تعدادی از زندانیان رو نشون میده. کمی برامون از واکنش طالبان بگو. امید هست که با توجه به این اقدام دولت اونها آتش بس رو تمدید بکنن. ببینید، گروه طالبان آنطور که گذشته نشان داده با مسئله و موضوع آتش بس بسیار با احتیاط کار میکنه. در مدت این حدود 19 سال 18 سال جنگش فقط 3 دور آتش بس داشتن و 2 بار در روز عید و یکم شبیه آتش بس کاهش خشونت ها حدود 3 ماه قبل. حالا پیش از اینم گروه طالبان به شدت رد کرده و گفتن که حاضر با آتش بس نیستن، به جز این مورد 3 روز عید که امروز هم آخرین روزشه و فعلا هیچ واکنشی از طرف آنها دیده نشده که آیا تمدید میکنن یا نه. برعکس، دولت افغانستان تاکید میکنه و تقاضایی کرده که طالبان به این مسئله را ادامه آتش بس را تمدید کنه. ببینیم که تا امشب گروه طالبان آیا تمدید خواهند کرد یا نه، ولی با توجه به گذشته بعید به نظر میرسه. ممنونم از علی. علی حسینی همکارم از کابل. رسانه‌های محلی استان گیلان از قتل ناموسی دختری 14 ساله به دست پدرش در روستایی در این استان خبر دادند. گزارش شده رومینا اشرفی از خانه فرار کرده بود ولی پلیس او را دستگیر کرده تا به خانواده‌اش در روستایی در شهرستان تالش تحویل دهد. طبق این گزارش‌ها پدر رومینا او را 5 روز پیش با داس در خواب کشته. پس از آن پلیس پدر او را بازداشت کرده. معاون اجتماعی بهزیستی گیلان می‌گوید دادستانی و بهزیستی بررسی این قتل رو آغاز کردند. بگاه بنی هاشمی، حقوقدان و مشاور حقوقی از لندن با ما هست. خانم بنی هاشمی، وقتی شما جزئیات این پرونده رو میخونین به نظر میرسه که در یه مقاطعی امکان این وجود داشته که جلوگیری بشه از این اتفاق. مثلا وقتی پلیس رومینا رو دستگیر کرده، فکر میکنید کجای کار اهمال شده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. من اعتقاد دارم که قتل‌های این چنینی که حالا میتونیم هم اسمشو قتل‌های ناموسی بذاریم و هم قتل‌های خانوادگی بذاریم، یک سلسله پیوسته زنجیره‌ای هستن که به طور کلی دچار یه اشکالاتی هست. از اون قاضی که به اصطلاح این دختر رو برمیگردونه به خانوادهش به جای اینکه مثلا در اختیار مددکاران اجتماعی قرار بده یا پیش‌بینی اینجور مسائل رو در شهرهایی که به صورت عرفی این اتفاق توش ممکنه بیفته نمی‌کنن و تا اینکه فرهنگسازی این مسئله، تا اینکه قانونگذار این رو در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نمی‌کنه، تمام اینها عواملی هستن که منجر به ادامه داشتن قتل‌های ناموسی به این شکل میشن. و بسیاری خب یک بحث گسترده‌ای هم الان در گرفته، در به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، در مورد اینکه چقدر لوایح حمایت از خانواده و بعد اون قانون مجازات اسلامی ممکن بود که اگر تغییری می‌کرد کمک بکنه به این مسئله. نظر شما چه است؟
منم کاملا با این نظر موافق هستم. ببینید در ماده 301 قانون مجازات اسلامی جدید که سال 1392 هم به تصویب رسیده، در این قانون تاکید شده که اگر قاتل پدر یا از اجداد پدری باشن قصاص نمیشن. در حالی که همینجا اینو بگم، نکته جالب توجه اینه که اگر مادری فرزندش رو به قتل برسونه اما شامل این قانون نمیشه و مادر قصاص میشه. پس بنابراین من اعتقاد دارم که زمانی که قانون گذار موضوعی رو جرم انگاری نمی کنه، در واقع این اجازه رو میده که این اتفاق در سطح جامعه بیفته. زمانی که خیلی از منتقدین به قوانین قصاص یا قوانین اعدام برای قتل اعتراض می کنن، قانونگذار جمهوری اسلامی به این موضوع تاکید داره که اگر ما قانون اعدام رو برداریم، به حالت پیشگیرانه رو دیگه نداره، یعنی قانون اعدام رو به نوعی قانون پیشگیرانه میدونه. اما در مورد قتل‌های ناموسی پس چرا این هم و سیاست اجرا نمیشه؟ چرا در حقیقت اگر باید این پیشگیرانه باشه در مورد این قتل‌ها ما همچنان شاهد این هستیم؟ دقیقا سال پیش هم اگر به خاطر داشته باشین، پدری دختر بچه 7 سالش رو به قتل رسون که من در همین رابطه هم یه مقاله رو توی ایندیپندنت نوشتم و همون موقع به این موضوع اشاره کردم که تا زمانی که قانونگذار پدر رو مجرم خطاب نکنه، خب ترسی هم از وقوع این موارد وجود نداره. اما غیر از مسئله قتل‌های ناموسی، من میخوام این رو عنوان بکنم که به صورت کلی، یعنی غیر از این که ممکنه پدری فرزند دخترش رو به اصطلاح به قتل برسونه، بحث قتل‌های خانوادگی هست. زمانی که در حقیقت اولیای دم به نوعی یا خودشون مرتکب این قتل میشن و یا ارتباط بسیار نزدیکی با قاتل دارن، در این جور موارد به نظر من قانونگذار باید قانونی رو وضع بکنه که این دوتا اشتراک عمل با هم دیگه پیدا نکنن، که خیلی، یعنی در حقیقت قتل یک انسان به حد نزاع خانوادگی تنزل پیدا میکنه، در حالی که اینجور مواقع باید قانونگذار خودش وارد بشه و مثلا هیئت منصفه در این مورد تصمیم بگیرن یا دادستان به عنوان مدعی العموم ورود پیدا بکنه به پرونده. حدود 1-2 ماه پیش هم ما شاهد یک قتل خانوادگی دیگه ای بودیم که 2 برادر یکی دیگر رو به قتل رسونده بود. ببینید در اینجور موارد هم دقیقاً پدر مادر خب یه فرزند رو از دست دادن، هیچ وقت نمیان قصاص فرزند دوم که قاتلم هست رو بخوان. پس نقش قانونگذار میتونه نقش میتونه مهم باشه. در کشورهای دیگه، جایی که قوانین در واقع بر اساس مشروع حقوق بشر قوانین ریخته شده، چطور برخورد میکنه؟ مثلا در همین بریتانیا اگه چنین اتفاقی بیفته چه تفاوتی داره اون چه که با ایران؟ به نظر من به نکته خیلی مهمی اشاره کردین، به خاطر اینکه من فکر میکنم به طور کلی در مورد مسئله قتل، فقط صرف حضور خانواده به عنوان کسی که شاکی این مسئله هست کافی نیست و در کشورهای دیگه هیئت منصفه هستن، از اقشار مختلف مردم دعوت میشن و ناظر بر این جور دادگاه ها هستن، برای اینکه در هر صورت مسئله قتل برای خانواده که یه مقتولی رو، یک فرد، کسی رو از دست داده، مسئله ساده ای نیست و این جایی هستش که دقیقاً قانون مجازات اسلامی به نظر من یک اشکال بسیار بزرگی داره که واگذار کردن عدالت در مورد قاتل رو به خانواده مقتول میسپاره و همین دلیل هم ما شاهد تصمیم گیری های بسیار متفاوتی هستیم در این رابطه، یه نفر میبخشه یه نفر نمیبخشه. توی مورد قتل به نظر من خانواده نباید تنها قاضی ناظر بر اعمال این حکم باشن و قانونگذار خودش باید نقش مهمتری رو ایفا بکنه. ممنونم از شما پگاه بنی هاشمی، اقدام و مشاور حقوقی از لندن. چند خبر کوتاه در ادامه. وزیر خارجه فرانسه میگوید محکومیت فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی، به 5 سال زندان بی اساس است و تنها انگیزه سیاسی دارد. ژان ایو لودریان گفته این اقدام رابطه پاریس و تهران را دشوار می‌کند. فرانسه خواستار آزادی فوری خانم عادل‌خواه شده. اخیراً دادگاهی در تهران فریبا عادل‌خواه را به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم کرد. این پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس تابستان پارسال در سفر به ایران بازداشت شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، دومین کشتی حامل سوخت امروز به ونزوئلا می‌رسد. اولین کشتی به نام فورچون
دیروز در ونزوئلا پهلو گرفت. تهران 5 کشتی حامل سوخت به ونزوئلا ارسال کرده که تاکنون 2 تای آنها تحت تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا به مقصد رسیدند. آمریکا هم ایران و هم ونزوئلا را تحریم کرده. در آستانه آغاز به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری ایران از نمایندگان خواسته با تمامی اختلاف نظرهای سیاسی و جناحی با دولت همکاری کنند. اکثریت مجلس جدید در دست اصولگرایان منتقد دولت است. دیروز حسن روحانی در توییتی گفته بود دولت به سوی مجلس جدید دست دوستی دراز می‌کند. معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم گفته دولت در انتخاب رئیس مجلس و اعضای هیئت رئیسه دخالت نمی‌کند. مراسم افتتاح مجلس 11 فردا برگزار می‌شود. جهان همچنان چشم به راه واکسن کرونا است. در همین حال پزشکان هم مشغول پیدا کردن راه‌هایی برای درمان بیمارانی هستند که از بیماری کووید 19 آسیب بیشتری دیدند. یکی از این راه‌ها استفاده از پلاسمای خون بیمارانی است که کرونا گرفتن و خوب شدند. برگردان گزارش رو ببینیم از لورا فاستن. وقتی آلساندرو کرونا گرفت و در بیمارستان به دستگاه اکسیژن وصل شد، فکر نمی‌کرد دیگر خانواده‌اش را ببیند. وقتی حالش خوب شد، تصمیم گرفت با اهدای پلاسمایش به دیگران کمک کند. بعد از این بیماری آدم دلش نمیخواد دوباره به بیمارستان برگره و بهش سوزن بزنن. اما فکر کردم که اونها به من کمک زیادی کردن. خیلی ناامید و درمانده بودم. اون موقع بود که فکر کردم باید بخشی از اون رو جبران کنم. زمانی که آلساندرو مریض بود، سیستم ایمنی بدنش پادتن تولید کرد. این پادتن‌ها در قسمت طلایی رنگ خون ما به نام پلاسما ذخیره میشن. این پلاسماها رو میشه به افراد آسیب پذیر داد تا به اونها در مبارزه با ویروس کمک کنه. نظام درمانی بریتانیا نیاز دارد افراد بهبودیافته بیشتری پلاسمای خود را اهدا کنند. مراکزی سیار دایر کرده تا بتوانند هفته 8000 اهدا کننده را بپذیرند. خیلی آدم رو احساساتی میکنه. آدم از دیدن مبتلاها ناراحت میشه، اما از طرف دیگه اهدا کننده ها رو میبینی که مشتاقانه پلاسماشون رو اهدا میکنن. محققان دریافتند که مردان، افراد بالای 35 سال و آنهایی که به خاطر کرونا در بیمارستان بستری شدند، بیشترین میزان پادتن را تولید می‌کنند. این یعنی من میتونم کلی پادتن اهدا کنم که مایه خوشحالیه. دوستان وقتی اینو فهمیدن با هم مهربون شدن. چون شاید در آینده لازمشون بشه. از مردم به ویژه در منچستر، بیرمنگام و لندن خواسته شده که پلاسمای خود را اهدا کنند، شهرهایی که عده زیادی در آن کرونا گرفتند. لورا فاستر، BBC نیوز. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما.